blood sneezing on your home. Made up my day on the home. درود دوستان، ادامه تصنیف لای تنهایی. این قسمت از خوندن شروع میشه و بیت اول تصنیف در این قسمت خونده میشه. من خدمتون عرض کنم که نواختش به چه صورته، تقریبا مثل مقدمه هست ولی حالا با یه سری تغییرات مضرابی که میگه نقل کنید. یک مضراب دو پرده رو طی میکنه، 5/6. بعد نقل کنید یه چپ نواخته میشه روی 6. بعد از چپ روی 6 دوباره یه چپ دیگه نواخته میشه و یه راست چپ دیگه اضاف میشه روی 6. یعنی انگار روی 6 میشه دو تا چپ یه دونه راست چپ. حالا یه راست سه پرده رو طی میکنه، نگاه کنید، 5/4/5 از رو پرده 5 شروع میشه. یه 4/5 دومی دیگه مضراب نواخته نمیشه. نگاه کنید. خب پس شد. حالا روی پرده 5 دوباره دو تا چپ یه دونه راست چپ. پس شد. پایه داریم که پایه به این صورته که راست چپ چپ راست چپ، این میشه یه دونه پایه، راست چپ چپ راست چپ. ما بعد از که جمله اول رو زدیم برای خوندن تموم شد، یعنی بعد از که رو پرده 5 زدیم دو تا چپ یه دونه راست چپ، حالا بعد دو تا پایه اینی که بهتون گفتم رو پرده 5 برای تنفس بالاخره نواخته بشه. که میشه؟ باید تقسیمش کنیم ممکنه زیباتر بشه دیگه، یعنی فقط سیم اولی رو از پایین بگیرید. پس شد؟ پس پایه شد راست چپ چپ راست چپ دوبار. این قسم میگه راست فیز ناگه ها رحمت بی‌منتها، دو بار نواخته میشه. حالا در ادامه یه دو پرده 9/6 طی میشه، وقتی که 9/6 یه دونه راست دو پرده رو طی کرد روی 6 دو تا چپ یه راست چپ نواخته میشه. دوباره اون جلوی سه پرده طی میشه، 5/4/5 دوباره رو پرده 5 پنجه آخری دو تا چپ یه دونه راست چپ نواخته میشه. پس شد. میخونم یه بار. میرسید ناگه ها به رحمت بیمونکه ها. این جمله اولی که دوبار پای سرم خونده میشه، وقتی میخواد دوباره پای سلام بزنید تو بخونید حتما باید یه راست آزاد بین دو تا جمله نواخته بشه. ببینید یه تغییر کوچیکی میکنین، هم بگم بد نیست، یعنی انگار جمله اول که یک بار نواخته شد گفت ای راستیز ناگه ها، بعد از دو تا پایه اولش یه تغییری میکنه،
یه راست آزاد نواخته میشه، یه چپ دو پرده 5/6 نواخته میشه، بعد روی 6 میشه چپ راست چپ، یعنی یه دونه چپ 5/6 روی 6 میشه چپ راست چپ، و اون سه پرده 5/4/5 و دو تا چپ یه دونه راست چپ هم 5 ببخشید نواخته میشه. پس شد برای این دقیق تره. پس شد غیر از چیز ناگه ها به رحمت بیمتها، غیر از چیز ناگه ها. در ادامه یه دونه راست آزاد، یه دونه چپ دو پرده 9/6، یه دونه چپ دو پرده 6/5. من در آخرین ویدیو یه مقدار بیشتر در مورد دو پرده صحبت میکنم که این تکنیک رو بهتر درکش بفرمایید. بعد اون سه پرده 5/4/5 و بعد روی 5 چپ چپ راست چپ نواخته میشه. پس شد این راست چیز ناگه ها به رحمت بیمنتها، غیر از خیز ناگهان به رحمت بی‌انتها. از گونی من در مورد دو پرده خدمتتون بگم که وقتی میگیم یک مضراب دو پرده رو طی بکنه، حالا هر مضرابی باشه، میتونه راست باشه چپ باشه، تو این آهنگ خدمتتون گفتم بعضی قسمتاش راست بود بعضی قسمتاش چپ دو پرده طی میشد، یعنی یک مضراب دو پرده رو طی میکنه. در بفهمیم مثلا همون مثلا 5/6 که ما تو آهنگ داشتیم، مثلا روی 5 بعد راست نواخته بشه و بعد 6 رو با انگشت دوم یا انگشت بعدی بعد گرفته بشه، ادامه صدای 5 رو 6 انتقال پیدا میکنه. دقت کنید دو تا مضراب دیگه نداریم، راست چپ نیست، یه دونه راست رو 5 روی 5. این کلمه ب مثلا 5/6 منظور این تکنیک دیگه. حالا میتونه 6/5 معکوس باشه، مثلا 10/12 مثلا، یا مثلا 9/6 که داشتیم، این دو پرده میشه. سه پرده به این صورته که مثلا همین داخل همین آهنگ که داشتیم، روی 5 یه دونه راست و بعد پرده 4 رو دوباره 5 مجدد میگیریم، دیگه مضرابی نواخته نمیشه، ادامه صدا سه تا نوت یا سه پرده رو در بر میگیره. حتی مثلا میشه 9/6/5 هم این کاری کرد. دقت بفهمید تو هستین، یا هر پرده مثلا 12/10/12. اینا تکنیکی هست که در خیلی از آهنگا نواخته میشه. در این آهنگ توضیح دادم که کجاهاش باید دو پرده و سه پرده نواخته بشه. من یه بار دیگه این قطعه امروز رو خدمتتون اجرا میکنم. Thank you.